سلام بچه ها، صبح زیبایتون بخیر. عجب خواب و استراحت خوبی کردم میشم جاتون حساب خالی و میشیم جمع شد. دیشب تو جونپناه دیوار شادور زده بودم، برای همین زیاد به اون صورت سرصدا و اینو اذیت نکرد. هوا هم نسبتا خوب بود. برم یه آب جوش بگیرم و یه قهوهی بزنیم روشن شیم و کم کم را بیافت. آخیش چقدر زندگی سر صبح زیباست. خواهشن گیر ندی نه رضا، تو که همه چی داری، چرا آب جوش خودت نمیذاری، قهوه خودت دم نمی کنی؟ بابا وقتی امکانات هست بذار دو ریال بدیم استفاده کنیم دیگه. حالا هم کپسول و کوبایی که من استفاده میکنم خودش 145,000 تومان هست و مطلوب صرفه وقتی میشه با 1,000 تومان آب جوش گرفت اون روشن نکرد. خب بزنیم و کم کم را بیفتیم. جانمایی رو هم ببینیم بچه ها، شرق دقیقا اون طرف هستش. الان ساعت 8 صبح هستش، تازه آفتاب داره میتابه روی چادر. اگر من هر جای دیگه ای میزدم ساعت 6 صبح بوق سگ باید بیدار میشدم. برای این توی چادر زدنتون توی جانمایی همیشه دقت بکنید که شرق کدوم طرفه و یه جوری چادر رو بزنید که یک 2-3 ساعتی برای تنبلی وقت داشته باشید. سر صبح یه چیزی بگم قشنگ حالتون جا بیاد، آمدم اینجا تو سایه بشینم به قدری بوی مشمعز کننده شاش میاد. قشنگ دوستان عزیزی قسمت ها رو قشنگ مفتخر کردن. برای این همین منطقه علیه وسط دیوار که هیچ کس نمیاد، یه ایلی که بیره اونجا میشاشه یا بیره اون گوشه میشاشه، هیچ که وسط نمیشاشه. برای همینجا بشینی یه رو بی روبرو کاروانسرا که اون گوشش من چادر زدم یه نوع آبر بانک هستش، یه مقدار پول بردارم وسط بیابون لازم میشه. رفقای نیروی انتظامی هم اومدن یک سلام خسته نباشید گفتن. بچه نمیتونم بکنم، نمیدونم امروز چمه، یه حالت هوا خیلی شدیدی دارم. این بند خودم انگار بومگردی قبلی پیام داده بود، دیشب اومد گفت آقا بیان شما، اصلا مهم نیست پولش و فلان اینا. این سگ دارم وسوسه میشم که حقیقت شو بخواید امروز رو اینجا استراحت کنم. ببین چی میشه بچه ها. بالاخره اون حس لعنتیه بگیر امروز استراحت کن یه جای راحت بهم غلبه کرد و بریم بمونیم امروز رو. دیشب یک ویدیو کوتاه بچه ازش از اینجا گرفتم توی اوج خستگی. تابلوهای از شهر قدیم اصفهان رو دارین ملاحظه میکنین و خدمتون عرض کنم این سالون یه چیز زدی که آقای دکتر گفت 30-40 سال هستش که در حال مرمت هست، اما دقیقا سال 98 قبل از کرونا افتتاح شد و خوردن 2 سالی به کرونا و دیگه از عید امسال گویا راه افتاده. تلفن خونه ها و دیگه محرم نمایی های اصفهان هست، زنان ریسنده اینجا نمد مالی هست و از فضای بیرونم یه ویدیو بگیرم بچه ها. حالا عصر اینجا رو کامل بهتون معرفی میکنم و اولین کاروانسرای هشت‌ضلعی ایران هستش که در زمان صفوی افتتاح شده و دیگه مدت هاست داره استفاده میشه. ایشون هم آقای دکتر هستن که قرار هستش امروز در خدمتشون باشیم. یه چیز دیگه 30-40 سال کار مرمتش بودن طول کشیده و طبعاً 2 سالی هم هستش که افتتاح شده. خب این بهمن هر اتاقی به یک نامی، اینجا جهانگیر خان بوده، اینجا که خان نشین هستش و اینجا هم بهمن خان. آقای دکتر خیلی خوش برخورد و
بعد به من میگین که آخه این نفس لوامه لعنتی ببینید تو بوغ آفتاب سگ. آخ 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 وای 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 چرا آخه انقدر به من سخت میگیریم بچه ها؟ ای جانم آخ اولین چیزی که استفاده کنم همینه. و این که دیگه هیچی نگیم دیگه، من امروز کلن با تو هیچ صحبتی ندارم. چرخ رو هم میارم میذارم این قسمت روش کاور میکشم و دیگه امروز رو میمیریم تا فردا. به خدای کعبه که رستگار شدم توی اون گرد و خاکا و مکافات های دیروز. بچه ها آرزوی این لحظه رو میکردم. و تخت رو ببینید بچه ها، شاید گندگویی باشه ولی با ماشین بیای بین راه اینجا وایسی استراحت کنی چرا معنی خاصی نداره. ببخشید مثل سگ تو آفتابا اینجوری راه بری و بعد برسی اینجا واقعا ارزش داره. بچه ها عصرتون بخیر، ساعت بوده 4:05 هستش. قصد داشتم با این برنامه نهار رو امروز یک سره بکنم. یکی از دوستان عزیز محمد آقای گل زحمت کشیدن پیام داد گفت علیرضا هر جا هستی بیا برو الان نهار مهمون من. دمشون گرم، برم ببینم رستوران اینجا چی برای خوردن داره و خدا میدونه بچه‌ها چقدر احساس خوشبختی میکنم. این روال ممکنه زندگی روزمره شما باشه اما برای ما بیابونیا واقعا جای خدمتتون عرض کنم ولش کن جای سعادت و خوشبختی از نمیدونم چرا اون قدیم وقت کاروان سرا رو کوتاه میگرفتن قدشون قشنگ راحت و کمر خمم یا به قول که بچه ها تا خمر کمم. مشکل اینه که بچه ها ویدیو آپلود شده، خدا کنه رئیس اینجا نیده باشه دیشب در مقابل مهموناش چند چیز رو گفتم ولی واقعیت دیگه ده مدیر مفخوره کوچلواری بیخاصیت. بریم ببینیم چه خبر. من فکر میکردم تنها جایی که حالت رستوران و میز و اینا باشه اینجاست. دیدم شماره 4 گفتم این صندوق شماره 4 یعنی چی؟ اینجا فقط حالت کافی شاپشون هست. خودتون میدونی این کاروانسرا فضای خیلی بزرگی داره، حدود 9-10 تا اتاق برای اقامت در نظر گرفتن. من اومدم گفتم خب مثلا 9-10 تا که فقط همین ور میشه، این ورم که رستوران. ازشون پرسیدم اون طرفا به صورت انبار هست، گفتن خیر این ور رستوران هست اون ور سفره‌خانه سنتی هست. از کل فضا اومدن استفاده کردن. ببینین حدود 30-40 سال مرمت این کاروانسرا رو طول کشیده و قرارداد 10-20 ساله که این آقا احتمالاً برای اینجا دارن واقعا سرمایه گذاری پر ریسکیه. اما بازم دمشون گرم که اومدن این کار انجام دادن و بین هزاران کاروانسرایی که توی ایران هست، خودتون دیدین که من توی مسیر کاروانسرای عباسی از خدمتون عرض کنم خیلی کاروانسرا گذشتم که درشون قفل بود خرابه بود اما اینجا خدا رو شکر راه افتاده. اینجا قصد خورش خانش هست. قسمت رستورانه که حالا این نمادهای اشعار قشایی و اینام تزیین شده به صورت حالت هم راحت نشینی داره هم صندلی داره و این قسمت این بودش سر تا سر به قول معروف رستوران اینجا هست. منم حالا منو رو نگاه کردم یه دونه دیزی سفارش دادم حالا بشینیم بخوریم تا ببینیم که انشالله بعدش قرار چه اتفاقی بیفته. خب بچه ها واقعا کیفیت سرویس دیو کیفیت کارشون خیلی خوبه، رفتار خیلی خوب و مؤدبانه و درست.
دیزی به همراه مخلفاتش 107,000 تومان. ممنونم محمد عزیز که باعث اندوخت انرژی در ما شدی. دمت گرم داداش. چرا ویدئوه؟ ببخشید میخواستم عکس بگیرم. بچه ها ولی خارج از هر صحبت تعارفی، الحق خدا وکیلی دیزیشون فوق‌العاده عالی بودش. یعنی فکر میکنم حداقل 200-300 گرم گوشت لخت خالی گذاشته بود، با اینکه من کامل سیر خوردم اینقدر هم اضافه آمد و خیلی خوشتم و خوشمزه بود. خدا وکیلی دمشون گرم. بچه ساعت بوده 8 بعد یک سرعت خیلی عالی اومدم بیرون، یه چیزای آویزون شد و رفتم نگاه کردم دیدم که درار زده ضد عفونی شده. در من نداشت، مال من ضد عفونی نشده بود. شوخی میکنم. یه ذره فرش اینجا هستش، مثل اون خانمایی که اونجا نشستن پهن میکنن توی این صحنه و رواق ها. و اینکه خدمت رو هستم، این کاروانسرای زیبا هم توی این ساعت، ای خدا عجب جایی. خدای دکترم بالا دارن توضیح میدن در مورد این کاروانسرا و اینکه چقدر دوست دارم امشب بیام اینجا بخوابم این وسط. تا حالا موقعیت نشده که جمع جور بکنم بیام این وسط بخوابم و آسمون شب رو ببینم. تا اینجا خیلی به قول معروف سرصدا و اینا هستش، اما در این حال باز برای خودش فکر می‌کنم خیلی جذابیت داره. کاروانسرای عباسی، یک من وقتی که رفتم توی رستوران یک صحبتی با آقای دکتر کردم، گفتم که عصری به من یه توضیحاتی بدین در مورد اینجا. گفت میدونی این سنگایی که الان روی هم دیگه چیده شده، اینا مال زمان ساسانیانه. یعنی این سنگایی که شما الان اینجا دارین میبینین، اینا مال دوره ساسانیان هست و خشت بند بند این کاروانسرا، یعنی واقعا تاریخ و قدمت خیلی زیادی پشتش خوابیده. برم دقیقا همین دیواری که آقای دکتر نشون داد رو بهتون بگم. اینجا هم که میدونیم بچه بر چی بوده، قدیم که میامده هر مسافر میرفته توی قسمت خوده چهار پاش رو به اینجا میبسته، که حالا بعضی کاروانسراها هستن که یک گوشه هایی رو دارن، یکی چهار کنچ هایی رو دارن برای ردخ و فتخ احشام و اینجور داستان ها. این سنگ ها رو دکتر اشاره میکرد، میگفت این سنگ ها از زمان ساسانیان روی هم اومده و بند بند و خشت خشته. اینجا اصلا میتونه برای شما حرف بزنه که چه هزاران شطوری از اینجا رد شده، چه خسته های اومدن اینجا ها اتراق کردن. زل سلطان اومده اصفهان، اینجا راهبه های ارمنی جلفایی هستند و دیگه شیاخین، ببخشید اشیاخ، جمع شیخ چی میشه؟ مشایخ؟ آقا شیخ ها، ولش کن، داستان نکنیم باز. میرزا تقی خان یک مأمور عالی رتبه ایرانی در اصفهان، ماشاءالله فلان شو میخواست رو ببینه تو آینه بعد نگاه میکرده چی شکمی. و اینم که مراسم جشن نامگذاری وسیله اسقف گریگوریوس با دست طلایی وی بنای کلیسا را متبرک میسازد. گریگوری بیا مارم گریگوری گیر و گور ما رو یک جوری درد کن. بچه خیلی ناراحتم به این خاطر، دو سه روز دیگه دارم میرسم اصفهان، ناچار هستم برای حداقل دو سه هفته تعطیل کنم برنامه رو و برم مشهد کد یمین کنم، یه مقدار پول در بیارم که بتونم ادامه مسیر رو برم. اگر حامی کسی پیدا میشد، حتی یه پول قرضی میتونستم ازش بگیرم، مسیر رو ادامه میدم و میدادم. بعد از اینکه میرسیدم به آناهیتا میرفتم و چند ماهی کار میکردم امانت رو بیدادم، اما به کسی درخواست ندادم و خبری هم فعلا نیست. خیلی خب، من میرم طبقه بالای کاروانسرا. مخلصم.
باشه. میرم تغییر بالای کاروانسرا که اونجا را بهتون نشون بدم و خدمت با ساعت عرض کنم که در رو هم داریم میبینین. اینم کوباهاش متفاوت بوده، مخصوص آقایون و خانوما. کسایی که نمیدونن درهای قدیمی دو تا اشکوب یا دو تا کوبه داشته، یکیشون مخصوص خانوما بوده که مخصوص آقایون، یعنی اگر کسی میومد در میزد از فرکانس این صدا صاحب خوده متوجه میشد که خانم پشت دره یا آقا پشت دره، و به هر حال برای حجاب و اینجور مسائل با اینکه نباید بهش اثر تاریخی دست زد، اما واقعا آدم میخواد این چوب ها رو ببوسه. قفل رو فقط ببینید تو رو خدا چه قدمتی داره. اینا همه مال دوره جدید هست، یعنی مثلا نهایت پهلوی اول یا شاید قاجار، یه قسمت هایی رم که اومدن خودشون اضافه کردن، اما بنای در مربوط به اون دوران هست فکر میکنم. بیرون رو هم یه سر به ارشد، دیگه مهمون ندارن که آب فشانی کنن. یه بقیه در مورد حرفای دیشب ناراحتم، نه اینکه ناراحت باشم، من کلن این آدم های کوچلواری رو که میبینم هرسم در میاد، چون فهم کنم آدم های اداره جاتی هستن بدون هیچ اطلاعاتی، بدون هیچ دانشی، و صرفا یک سفره رو میبینن و جمع میشن برای خورد و خوراک و بخور بخور. و اینکه یکی از بزرگترین افتخاراتی که بعد تو زندگیم دارم، در عین هیچ افتخاری که ندارم، اینه که بچه توی 16-17 سالی که توی سفر هستم تا حالا فقط فکر بکنم 3-4 سری رفتم داخل بانک، یعنی داخل هیچ اداره ای نشدم، داخل هیچ ارگانی نشدم، با هیچ کدوم از این آدم ها سرکله نزدم، و این رو یک نوعی برای خودم شرافت میدونم. خب بریم آقای دکتر رو پیدا بکنیم، یه سری توضیحات در مورد کاروانسرا قرار بود ازشون بگیریم، و بعدش هم برم یه آرایشگاه پیدا کنم، این مقداری موها و ریشا رو کوتاه کنم. یک سری عکس و تصویر هم بچه این داخل بود از پولای مختلفی که مال کشورهای مختلف هست. ببینین یک خاطره بگم، یه قاطبه بونگری نارتیکی هستش توی نزدیکی یزد، بال رامین جان عزیز و تیدای گل. اینا همیشه چند سال پیش که به حال دلار اینا گرون شد، معمولا رسم حالا خیلی بونگردی ها اینجوری یه دیوار یادگاری میذارن و هر مسافری توریستی که میاد یک چیزی میچسبونه، بلیتی، پول خورد کشورش مثلا، یا هر چیزی. نمیدونم بنده خدای 50 دلاری یا 20 دلاری گذاشته بود در اون چیز. بعد این مدت میان اینو میبینن که پول نیستش، نگو مثلا 20 دلاره کلی برخوش قیمت داشته، و یک فردی، یک شخصی اومده و اون رو برداشته. سوی سیاوش هست تابلوی نقاشی. بهتون گفتم به قول 90%تون شما از این مسیر تردد کردین، از اینجا با سرعت خیلی زیادی رد شدین، و اصلا بدون اینکه بدونین چنین جایی، حتما کاروانسرا رو دیدین، اما گناهی هم ندارین. شما فکر میکنین مثل بقیه جاهایی که بقیه کاروانسرا دراشون بسته است هیچ کاری انجام نمیشه داخلش، اینجا هم احتمالاً اینجوریه. این داس‌ها با این دستش که خدا میدونه سفره چند خانواده رو رنگین کرده،